مرگ پدرش که یک شعرم برای پدرم گفتم، مسعود سپند. یعنی نخستین کسی که بعد از خود من در سطح جهان این کار رو کرد، این چه کامسرای دلیر مسعود سپند بود. و بعد اندکی پس از این قضیه سرکار خانم سودابه غفاریان، هنرمندی که در بسیاری از جشنهای ملی میهنی که ما در پاریس برگزار کردیم ایشون سرپرستی رقص به عهده داشت، ایشون هم وقتی که پدرش از دست داد، از استاد بزرگ، یه استاد بزرگ سنتور داریم، آقای اخباری، در پاریس ایشون تشریف دارن، استاد اخباری رو دعوت کرد و در محلی و شرابی و موزیک استاد اخباری و بدرود گفتیم با پدر سودابه. او همون بازم 30 و خورده ای سال پیش. این کار پشتش هم گذاشتیم. الان خیلی از شماها که در سوک یاران عزیزان موزیک تو گذاشتید و میذارید، اینو نمیدونستید که ریشش رو چگونه سیاوش اوستا لانسه کرد مثل موارد دیگه در سطح جهانی. اینا ای که امروز میخوام بهتون بگم نظر دارم، که بعد دیگه حتی اساتید بزرگی مثل استاد شجریان، سیاوش شجریان، سالار عقیلی، افتخاری، این خواننده های بزرگ نیز در سوک عزیزان رفتن سر مزار یاران نی زدن، سنتور زدن و این عزیزان خوندن، خواند آقای شجریان موارد بسیار. یعنی یک کاری شد جهان ایرانی رو گرفت، در خارج از کشور همینطور، در خارج از کشور که آخوند میاره، که قرآن خون میآورده میاره، این تموم شد رفت توی تاریخ. اینی که رفت توی تاریخ یک نبرد و مبارزه بزرگ و درستی بود علیه تفکر خشک و خشن و مرگاور و نوحه خانی و قرآن خانی سادات تازی حاکم بر سرزمین ما از 1400 سال پیش. آقا هر چیزی که تو میاری، این تازی وقتی میبینه حاکم بر ایران که داره عقب میشینه، یه مدتی سن بعد یهو میاد موضع میگیره. بعد شما هم که شما که میگم یادتون نره، توده های مردم رو نمیگم، اونایی که آقا این کلیک دستشونه، این قلم دستشونه، این بلنگو میکروفون تریبون دستشونه، من وقتی میگم مردم به اینها میگم، چون خیلی زیادن، مردم توده سرزمین هم نمیگم، مردم نازنین هم نمیگم، سرشوران آریای ایرانی رو، این الدنگ هایی رو بگم که کلیک دستشونه، میکروفون دستشونه، تریبون دستشونه، قلم دستشونه. آقا الان شروع کردن به مزخرف نویسی که واسه سر شما بند کنن. در کنارش جدا از این انتصاباتی که در راست که بعد سرکوب بزرگ میاد خواهید دید و اینا دارن سرتون رو بند میکنن، این مزدورایی که با اینا کار میکنن و نوکر استعمار هستن، نویسنده است، گوینده است، راننده است، خواننده است، اینا یک کلمه نمیگن. این کلمه من میخوام به شما بگم، اینو ببینید، این سند در گورستان های ایران زده، این مال تهرونه. آقای هنچی شهردار، تو که پوز اصلاح طلبی میدی، تو که پوز مدرنیته میدی، تو که پوز فلان میدی، آقای محسن هاشمی تو که اونجا نشستی فلان، بقیه‌تون توی انجمن شهر تهرون نشستین، این چیه؟ این اعلامیه ممنوع کردید ورود آلات موسیقی رو به گورستان. 43 سال ورود موسیقی رو، آلاتش رو به رادیو تلویزیونشون ممنوع کرد، ولی نشون نمیدادن، مردم عزاداری به نشون نمیدادن، ولی چه بهرهایی میبرن از موزیک وقتی که دلشون بخواد. حالا به قبرستان ممنوع میکنن ورود آلات موسیقی رو بر اساس سنت تشیع. ارا احمد سنت تشیع تو ببره توی عربستان سعودی، ایرانی را هیچ رابطه نیست با تازیان و با فرهنگ و تمدن خشن و قهرامیز و عزادارشون. تازه ایران بهتون بگم یه فرقه ها، یه گروه های عرب بودن، یه قبایل عرب بودن، چون اونجا هم انواع داشته که اونا هم نوه خونه نمی کردن، آوازخانه می کردن. و خود شما چطور وقتی بچه های ما رو پرپر می کنید، می کشید،
هجله میبندین و جشن و شادی و شربت و شیرینی و تبریک و این مزخرفات. بعد عنصر ایرانی وقتی که عزیزش از دست میده تصمیم میگیره با موسیقی بهش بدرود بگه، شما ممنون کنید، مردم زرنگ باشین، نذارید سرتون سوار شن مثل آخونده که هفته پیش پخش کردم گفت ما 40 سال سواریم، نذارید سوار باشن بیان اینا رو ای ممنون کن، بزنید اینا رو، تابلو بشکنید، شهردار رو بدید بهش اعتراض کنید. این حناچی چقدر پوز مدرنیته میده اروای عمش، این چیه زدی تو گورستان های دیگه؟ مبارزه کنید با اینها، اینها رو با آسان ما با دست نیاوردیم ملت ایران. 30 سال مردم با ساز و آواز میرن به گورستان و حالا اینا میان جلو شجوری بگیرن. بعدم از اون طرف من اونی که بهتون همیشه گفتم داره ثابت میشه، تمام این کلیک میلیکا دست خود ایناست، تمام این آیدیای مخفی یا با اسمای دیگه عمه ننه خاله یا با اسم هنرمندا اینا اومدن 10 تا 20 تا چیزی وا کردن به اسامی مختلف، الان معلوم میشه که مال خودشونه. چرا؟ چون آقا اومدن یک سری اراذل و اوباش رو یک سری دیگه اراذل و اوباش لگد کوبیدن تو کله اینا، اینا انداختن تو مستراح، سیفون رم کشیدن، یعنی جناح اصلاح طلب نظام جمهوری اسلامی رو، نظام اصلاح طلب جمهوری اسلامی رو. شما از رئیس مجلس، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، وزیر، وکیل مجلس، هر کی رو میخوای اینا رو انداختن تو سطل زبالدان تاریخ خودشون، یه سیفون هم روشون کشیدن دیگه، لاریجانی و یه احمدی نژاد خلدنگ و اون همشون رو، اون یارو متحری دیوانه و اسحاق جهانگیری و خود روحانی هم تا فردا خدمتش میرسن و همه اینا رو خود رژیم او جنای دیگرش اومده ریختی تو مسترا، یه سیفون کشیده. حالا شما وظیفه چیه؟ وظیفه یک انسان آگاه چیه؟ نمیدونید، میخوام بهتون بگم گوش کنید، حتی اپوزیسیون ها گوش کنید، گوش کنید، این رم که سیاوش اوستا بهتون میگه. الان که اونا اومدن نیم تنه نظامشون رو، نیم تنه نظام رو اومدن خودشون ریختن تو سطل آشغال، بدتر تو توالت یه سیفون هم روش کشیدن، نابود نابود، زر هم بزنن این یکی که میکشن. تو باید چیکار کنی ایرانی؟ تو باید چیکار کنی؟ تو باید بیایی مزخرفات لاریجانی رو پخش کنی. آقا ایشون رفته کوه دیگه، رد شده رو رفته کوه. آقا عارف، عارف مرتک عارف گفت که این نظام بالا بالا، آقا اون یکی دی احمدی نژاد سر تو پیتایی که میزنه یعنی روانیه، اول که میخواد حرف بزنه یک دعای مخونه که فلان بهتون قبلا گفتم، و بعدن که آقا رئیس جمهور برزیل هم اینو مسخره کرد به دینار دیدین. حالا این دیوانه روانی میگه بعد میگم آقا زدن رفیقاش انداختن زندان به خاطر که گفته مکتب ایرانی در برابر مکتب تازی اول جلو و پیشه. این هنوز که هنوز امیدوار بود از امروز اول، ما گفتم که اینو میندازن کنار، بعد از منم که اومد حدد عدل گفت که حتی دیدید کیه؟ یارو شیره یکیه. 5 نفر ایران رو میگردونن، 5 نفر. خود علی خامنه‌ای هم الان مریضه، مثل آدمای چیز روزی نیم ساعت پا میشه چیزه میذارن دستش، دیدین دستش میده میکنه، مشتبه میده دستش، تیترا رو بمیشته این از روش میکنه، این فیکه، این رباته اسمش علی خامنه‌ای میگرد و مشتبه داره میگردونه. از اون طرف مادر زنش همین چاقلوه زن حد دادن، او داره مملکتی میگردنه. اورموزچیدها پنجشنبه ها ساعت 15 و ناهیدچیدها جمعه ها ساعت 14 به هنگام پاریس برنامه های سیاوش اوستا را از ماهواره تلویزیون جهانی فارس در سراسر دنیا ببینید و یاران را خبر کنید. در آرشیو یوتیوب ببینید، youtube.com/mehrtv